یکی از روحانی‌های شیعه تاجیکستان که به خاطر فعالیت‌های اجتماعی و انتقاد از حکومت این کشور در زندان به سر می‌برد، به طرز مشکوکی به شهادت رسید. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. حجت الاسلام سید قیام الدین قاضی از روحانیون شیعه تاجیکستان در رخدادی مشکوک در آشوب زندان وحدت تاجیکستان توسط سنی‌های تندروی داعش و با زبان روزه سر بریده شد. این شورش به رهبری بهروز گلمرادوف، پسر گلمراد حلیموف، سرهنگ فراری ارتش تاجیکستان و یکی از اعضای ارشد داعش در سوریه به همراه تعدادی دیگر از اعضای این گروه تروریستی آغاز گردید. مقامات تاجیکستان مدعی شدند که عناصر تروریستی پس از به قتل رساندن تعدادی از نگهبانان زندان و آزادسازی تعدادی از عناصر داعش، 5 زندانی از جمله حجت الاسلام سید قیام الدین قاضی را با چاقو در مقابل دیگر زندانی ها سر بریدند. اما فعالان شیعه تاجیکستان بر این باورند که این آشوب ساختگی بوده و تنها با هدف کشتار بدون دردسر شیعیان زندانی طراحی شده است. آنها همچنین طی تماسی با شیعه ویوز اعلام کردند که حکومت تاجیکستان پیکر سید قیام الدین قاضی را به خانواده وی تحویل نداده و در مکانی دور افتاده به خاک سپرده است. به گفته این فعالان، عوامل حکومتی همچنین اجازه حضور خانواده این روحانی شیعه بر سر مزارش را نیز نمی دهند.